این نگاه من که میره به طرف بالا که ببینم کی اومده و این مسلسل که میاد جلو صورت من و این نگاه من که میفته به صورت بسته اون Die Witwe des Berliner Iraners, der dort auch ermordet wurde, hat sich mit ihren Händen fast in das Grab, also in die lockere, noch lockere Erde hinein gegraben und hat geschrien, Khomeini, Mörder, Khomeini, Mörder. Kurdischen Arbeiterpartei, gemeinsame Linie gegenüber Iran. Für das Attentat auf kurdische Exilpolitiker im September 1992 سال 1992 صدای رگبار حدود 30 گلوله مسلسل در رستوران میکونوس اهالی خواب‌آلود خیابان پراگ در برلین را به سوی پنجره‌ها کشاند. من داشتم با دکتر شرفتندی که روبروی من سمت چپ نشسته بود صحبت می‌کردم. کسی که سمت راست من نشسته بود صحبت ما را قطع کرد. و من اینطوری برگشتم به طرف اون که ببینم چی میگه با صندلی زره اینطوری برگشتم دیدم دو تا پای قوی اومد پشت ما پشت اون و من این وسط ایستاد این نگاه من که میره به طرف بالا که ببینم کی اومده و این مسلسل که میاد جلو صورت من و این نگاه من که میفته به صورت بسته اون و این رگبار مسلسل موجب شد که من دیگه به طور غریزی به جهم عقب یعنی مغزم به من دستور داد که این تروره و من موقعی که افتادم زیر میز اون پشت تا من افتادم فتای عبدالی که سمت چپ من نشسته بود اونم افتاد همونجا زیر میز فاصلش با صورت من 40-50 سانت اینقدر ولی دهنش پر خون بود. و یک لحظه سکوت میشه. و در این لحظه یک دستی رو دیدم که این دفعه کلت تو دستش بود در طرف سوی دکتر شرفگندی تیر خلاص میزد و من این جهش دست رو بعد از شلیک گلوله اصلا دیدم. پرویز دستمالچی از جمله حاضران در رستوران بود که از این سوء قصد جان سالم به در برد. صادق شرفکندی، دبیر کل حزب دموکرات کردستان ایران، به همراه فتاح عبدالی و همایون اردلان، دو عضو دیگر حزب در اروپا، بلافاصله پس از تیراندازی کشته شدند. نوری دهکردی، فعال چپ مستقل و دوست نزدیک صادق شرفکندی ساعاتی بعد در بیمارستان جان باخت. اون شب خیلی دیر وقت من از جریان ترور خبردار شدم. برادر آقای شرفکندی که در شوک بود به من تلفن زد. اون فکر میکرد که من میدونم دیگه. از اون ور فقط هی میگفت خانم چی شد کشتن و من از این ور پای تلفن فقط داد میزدم و فقط میگفتم نه ولی از همون لحظه که این تلفن به من شد مثل یک فیلم سینما من اینو دیدم که اینا همه رو کشتن Bei einem Anschlag mit offenbar politischem Hintergrund دیدم اخبار مرتبا میگه این احتمالاً کار پکاکاس حزب کارگران کرد کردستان ترکیه و یا دعواهای درون گروهی اپوزیسیون ایرانه بسیار بسیار عصبانی شدم از این اخبار چون نماینده دادستانی توی کنفرانس مطبوعاتی اومده بود اینو مطرح میکرد تلویزیون رو خاموش کردم فکر کردم چیکار بکنم خب این اخبار یه چیزایی میگه که واقعیت نداره با ماشین رفتیم اونجا دیدم که از دور در حدود 200-300 تا خبرنگار از سراسر دنیا اونجا جمعن دلیلش هم این بود که تمام خبرنگارای دنیا که اومده بودن برای کنگره جهانی
احزاب سوسیالیست و سوسیال دموکرات گزارش تهیه کنند، سه تن از میهمانان این کنگره را کشتند. دفرترتریم آوزلند، فول بلود، از دیزه... رفتم اون جلوی در میکونوس وایستادم، گفتم معذرت میخوام، یه زد همه ساکت شدن، گفتم من دیشب اینجا بودم. اعضای اپوزیسیون ایران بودن، در حال گفتگو سر مسائل ایران و کردستان و خارج بودن. یک نفر با مسلسل اومد تو و روی ما، اول یک فحشی داد و بعد شروع به تیراندازی کرد. دیگه هم اداره شهربانی، هم سخنگوی دادستانی و غیره از اون تئوری پیکاکا و یا گروه های مخالف همدیگه ایرانی و غیره کوتاه اومدن. هیئت نمایندگی حزب دموکرات کردستان ایران به عنوان میهمان به کنگره جهانی احزاب سوسیالیست و سوسیال دموکرات دعوت شده بودند که از 14 تا 17 سپتامبر در برلین نشست 3 روزه‌ای را برگزار کرده بود. در شب سوءقصد در 26 شهریور 1371 9 نفر در رستوران میکونوس بودند، اما در حالی که قرار بود شماری از فعالان سیاسی دیگر نیز حضور داشته باشند، ظاهراً بر اثر یک اشتباه تنها 3 نفر به عنوان میهمان برای گفتگو با رهبران حزب دموکرات کردستان ایران به شام دعوت شده بودند. Es war schon überraschend, weil es für Berlin natürlich auch eine Schmach war. Berlin war gerade politisch zur deutschen Hauptstadt erklärt worden. Und das war die erste große internationale Tagung in Berlin mit prominenten Politikern. Israels Ministerpräsident war da, die Sozialistische Internationale Tagung. Also alles, was Rang und Namen hatte in der sozialdemokratischen und sozialistischen westlichen Welt, war in Berlin versammelt. Und dass es hier so einen Anschlag geben konnte, war für Deutschland natürlich eine furchtbare Schmach. Das war eine Katastrophe für die Berliner Sicherheitsbehörden, die ihren Hauptstadttest, können wir für Sicherheit sorgen, die diesen Hauptstadttest nicht geschafft haben, die klaglos durchgefallen sind. Als Menschen, nicht als Politiker. Diesmal musst du als Menschen auftreten. Ey, Helmut Kohl, diesmal musst du als Mensch auftreten. Die Witwe des Berliner Iraners, der dort auch ermordet wurde, hat sich mit ihren Händen fast in das Grab, also in die lockere, noch lockere Erde hinein gegraben und hat geschrien, Khomeini, Mörder, Khomeini, Mörder. Das war für mich die erste Information, dass es überhaupt ein staatsterroristischer Anschlag gewesen sein könnte, was in den Medien überhaupt kein Thema war zu diesem Zeitpunkt. Auch 2 Tage nach dem Mordanschlag. در پی تحقیقات پلیس و 2 هفته پس از سوءقصد رستوران میکونوس، 5 تن از متهمان و مهاجمان بازداشت شدند. بعد از اینکه اسلحه‌ها رو پیدا کردن، کلت لاما اسپسیال این سریالش ساخت یک شرکت اسپانیایی بود، کلته، که در سال 1971 تحویل ارتش شاهنشاهی وقت داده شده بوده و این کلت با کلتی رو که قتل قاسملو انجام گرفته بود در همون سریال بود، نه خود اصله ولی تو همون سریال، تو همون محموله بود و با قتلی که در قبرس غلام کشاورز رو زده بودن تطابق، یعنی نشون میداد که اینا همه از یه منشأ میان. در نتیجه دولت آلمان میدونست که این اسلحه از ایران اومده و تروریسم حکومتیه، ولی تا 8 ماه سکوت کرد. German government, German industry,
and certain German authorities, like intelligence people, they had some kind of sympathy for Iran. The industry because of business, and the German government because of the diplomatic relations which go back a long, long time to Iran. So they didn't like this disturbance. So they were split in between being disgusted by what happened in Berlin and being unhappy because of the results of this heinous crime. They emphasized the suspension should be for confidence building. حسین موسویان سفیر وقت جمهوری اسلامی در آلمان در حدود 2 سال پیش در گفتگوی تلفنی به رادیو فردا گفت نمایندگان وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در مورد ماجرای میکونوس با همتایان آلمانی خود دیدار کردند. وقتی که ترور برلین صورت گرفت، خب آقای سعید اسلامی معاون وزیر اطلاعات ایران بلافاصله اومد آلمان که با آلمان در مورد ترور صحبت کنه. هر دو طرف گفتن سفیر و وزارت خارجه ایران حق نداره تو جلسه باشه. یه تروری اتفاق افتاده. تمام زحمات منو بر باد داده، تمام زحمات دیپلماتیک وزارت خارجه ایران رو بر باد داده. ایران رو متهم کرده، سفیر رو تو جلسه رو نیاوردن. هم فرفاسون شوز، هم بینده، هم وزیر معاون گفتن شما حق ندارید بیاید تو جلسه. من گفتم آقای سعید اسلامی گفت که ما گزارش به شما که نمیتونیم بدیم، که ما میریم گزارش رو مسئولین میدیم، گزارش مذاکرات. ما فقط به آلمانا گفتیم که ما حاضریم با شما همکاری کنیم، هر سندی مدرکی هست ما حاضریم تا آخر با شما همکاری کنیم تا مشخص بشه این ترور کی انجام داده. ما این تضمین رو به آلمانا دادیم، همین یک کلمه رو به ما گفتن. 100% اینا با هم توافق کرده بودن که این کلمه رو اونا به وزارت خارجهشون بگن، این به من بگن. نزدیک به 13 ماه پس از سوء قصد رستوران میکونوس در تاریخ 6 آبان سال 1372 محاکمه متهمان در دادگاه برلین آغاز شد. متهمان کاظم دارابی، طراح عملیات و از ماموران اطلاعاتی و عضو سپاه پاسداران، و 4 لبنانی بودند به نامهای عباس رایل، یوسف امین، محمد اتریس و عطاالله عیاد. عبدالرحمن بنی هاشمی، مسلسلچی و رهبر عملیات، پس از سوء قصد به ایران گریخت. They were in for some disturbance before the trial. I mean, first of all, the Iranians tried to interrupt the process of law by Farhang, the Iranian minister of intelligence. He came to Bonn. At the time, it was still the capital and the government was still there. And he tried to convince his German counterparts to stop the process, to stop the trial, which he did not succeed. But still, he came with a 15-man delegation and he tried very hard to convince his counterpart. And the German government, they did it much more sophisticated. They stopped the delivery of the court with certain documents. Und Jost ist zu von Stahl gegangen und hat gesagt, wenn wir jetzt nicht Anklage erheben, dann müssen wir Darabi freilassen. Beschleunigungsgebot nach 6 Monaten. So. Da wussten wir im Grunde schon, dass es die Anklage geben würde. Aber sie haben ohne Rücklauf aus dem Justizministerium sie nicht rausgeschossen. Und dann hat von Stahl gesagt, okay, dann machen wir das eben ohne grünes Licht der Regierung. Das heißt, es gab die Anklage gegen den Willen der Regierung. حسین موسویان در کتاب خود با عنوان روابط ایران و اروپا نوشته که ایران در زمان رویداد میکونوس بزرگترین اعتبار گیرنده از آلمان پس از کشور برزیل بود. نه تنها با درسنر، با دویچه بنک کار میکردیم، با بی اچ اف کار میکردیم. سال 92 پوشش هرمس شد 14 میلیارد مارک بعد از برزیل. مخابرات اومده بود یه قرارداد 1 میلیارد مارکی امضا کرده بود مونیخ با زیمنس، ما خبر نداشتیم. زیمنس به ما گفت. Als der Prozess begann, war ein großer Andrang von Journalisten aus aller Welt. Unter den Sicherheitsbedingungen in Moabit im Kriminalgericht war es nur möglich,
etwa 3 Dutzend Journalisten einen Platz auf den Pressebänken zu geben. Hunderte Journalisten. Und ich habe eine Beamtin gefragt aus der Justizpressestelle, ist der von der internationalen Presse? Wo kommt der her? Die sagte, nö, der ist von Siemens. با وجود فشارهای گوناگون بر مسئولان قضایی پرونده و دادگاه افرادی بودند که همچنان بر ادامه روند محاکمه پافشاری می کردند. از جمله برونو یوست دادستان دادگاه. حمید نوذری یکی از شاهدانی است که تقریبا در همه جلسات دادگاه حضور داشت. ما خبر داشتیم که کسایی که مثل خود ما میگم برای اولین بار که ناظر جریان بودیم تلفن‌های تهدیدآمیز خیلی زیادی داشتیم ما میدونستیم برخی از شاهدین مورد تهدید قرار گرفتن ما خبردار شدیم که حتی وکلای شاکیان خصوصی پیام تهدید که ضبط هم شده بود به اونها شده بود ما خبردار شدیم که از طریق اتحادیه میهنی کردستان به حزب دموکرات کردستان اینها نامی و پیام تهدیدآمیز آمده بود که یا از شکایت خودتون صرف نظر کنید یا ما مقرهای شما رو بمباران میکنیم. با این حال در میانه روند قضایی و محاکمه متهمان معامله سیاسی بین ایران و آلمان در حال شکل گیری بود. دولت آلمان برای آزادی هلموت شیمکوس شهروند آلمانی که به اتهام جاسوسی در ایران محکوم به اعدام شده بود پافشاری میکرد. حتی علی اکبر ولایتی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی با کلاوس کینکل همتای آلمانیش در برلین دیدار کرد. سرانجام حکومت ایران هلموت شیمکوس را به امید مبادله با کاظم دارابی آزاد کرد. اما آلمان به وعدش عمل نکرد و دارابی آزاد نشد. در آن روزها مقامات جمهوری اسلامی با جملاتی چون مدرک یا مدارکی وجود ندارد همه اتهامات را انکار می کردند. اولا اعتقاد ما این هستش که این صرف اتهام هست به ایران و ما همواره از آلمان خواسته بودیم که مدرکی رو در این رابطه به ما ارائه بده که تا الان که با شما صحبت میکنم هیچ مدرکی رو آلمان به ما ارائه نکرده. اما دو شاهد کلیدی تحت تدابیر شدید امنیتی به دادگاه احضار شدند. ابوالحسن بنی صدر نخستین رئیس جمهوری اسلامی ایران و فردی که با عنوان شاهد سی به دادگاه معرفی شد. او در واقع یکی از مدیران پیشین وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی بود. نام اینا روشنه، صبحم اینجا گفتم. یک شورای عملیات ویژه وجود دارد که این تحت ریاست خامنه ایست. این شورا است که تصمیم میگیره راجع به قتل اشخاص. بعد از این که تعیین شد رفسنجانی و آقای خامنه ای دو نفر باید امضا کنن، یعنی تصویب کنن تا قابل اجرا بشه. من در ارتباط با شهادتم که در حکم دادگاه هم چندین بار ارائه شده اومدم یک واقعیت سیاسی و تروریستی که در کل حکومت ایران برقرار بود با اسامی افراد و با دادن تمام مشخصات کامل محلها برای دادگاه روشن کردم که اگر یک همچین اتفاقی میخواد بیفته این سلسله مراتبی که میتونه این همچین تصمیمی رو بگیره و به اینجا برسونه مسئله رو، این سلسله مراتب چیه، این به اصطلاح کمیته ویژه چه نقشی داره، اون حکم فقیه که میاد برای کشتن اون چه نقشی داره، بعدن افسر اطلاعاتی که از ایران میشه هماهنگ کننده چه نقشی داره، بعد نیروهای به اصطلاح اطلاعاتی منطقه چه نقشی دارن و گروه عملیات که میان عملیات رو انجام میدن میرن. و چون دادگاه تک تک صحبت‌هایم و تک تک لغاتی که من از زبانم بیرون اومده بود رو همه رو چک کرد با به اصطلاح وزارت کشورهای تمام کشورهای اروپایی با سیستم‌های اطلاعاتی هم خارجی هم داخلی، و وقتی که به این اطمینان رسید که همه این مطالب نقطه به نقطه اتفاق افتاده اون موقع به من اعتماد کرد که
و همه حرفام در دادگاه سندیت داره و میتونه معیار برای تصمیم گیری دادگاه باشه. مهران براتی شاهد دادگاه از میهمانان رستوران میکونوس که برای شب بعد دعوت شده بود. اون شاهدی که به نام شاهد سی معرفی شدن و اطلاعاتی که ایشون در اختیار دادگاه گذاشتن میتونیم بگیم که اون نقطه اصلی رو روی انشا گذاشت و دادگاه به این نتیجه رسید که همه تحقیقاتی که کرده بودن، همه شک و شبهه‌هایی که داشتن در مورد دست داشتن جمهوری اسلامی در این معاهده، با آمدن شاهد سه و اطلاعاتی که او داد به اصطلاح اثبات شد. Nach dem Urteil gab es Blumen. دادگاه میکونوس که از جنجالی ترین دادرسی های آلمان در دهه 90 محسوب می شود، پس از 247 جلسه و شهادت 170 شاهد در 10 آوریل سال 1997 رأی خود را صادر کرد و 5 تن از عاملان سوءقصد رستوران میکونوس را محکوم شناخت. کاظم دارابی و عباس رایل به حبس ابد محکوم شدند. همچنین 4 تن از رهبران جمهوری اسلامی به عنوان آمران قتل مخالفان محکوم شناخته شدند. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی، اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس جمهوری وقت، علی اکبر ولایتی وزیر امور خارجه وقت و علی فلاحیان وزیر اطلاعات وقت جمهوری اسلامی. اونچنان گسترده و دقیق کار شده بود در این دادگاه و اونجا چیزی است که همه، نه فقط جامعه آلمان، جامعه سیاسی و جامعه روزنامه‌نگاری آلمان، همه تبریک گفتن به آلمان به خاطر اصل استقلال حقوقی قضات و دادگاهش. پس از صدور حکم دادگاه برلین در سال 1997، وزیران خارجه اتحادیه اروپا در نشستی در لوکزامبورگ با فراخواندن سفرای اروپایی از ایران روابط دیپلماتیک با تهران را کاهش دادند و به حداقل رساندند. به شدت افکار عمومی اروپا دنبال این بودش که برخوردی بشه با ایران که دیگه این اتفاق نیفته. شما تصور کنید که توی مرکز برلین یه دمیان با مسلسل یه داره به خاک و خون میکشن و میرن. It was very important. It was a milestone in the history of law. It stopped them from being so excessive, of being so active as they were before. I mean, you know the long list like Rajavi in Switzerland, like Bakhtiar in Paris. It's a long list of terrorist activities, of terrorist assaults. Look at Austria. The Austrians, they were killing Gassemlo and 2 others in Vienna 3 years before Mykonos. And the killers were allowed to leave the country unharmed. They gave them a motorcade to the airport in Vienna. And so this made them strong in Tehran. They said, look, these Westerners, they're crazy. They don't stop us. در پی صدور حکم دادگاه، واکنش مقامات تهران حاکی از خشم و استیصال آنان بود و در همین حال انصار حزب الله در مقابل سفارت آلمان در خیابان فردوسی دست به تظاهرات زدند. در بین معترضان مسعود دهنمکی که بعدها کارگردان سینما شد در نقش سردسته معترضان در مقابل سفارت آلمان حرکات و شعارها را هدایت می کرد. معترضان تندرو در شعارهایشان ابایی نداشتند که از کشته شدن سران کرد حمایت کنند. در همین خطه کردستان دو چشمانش رو
حدود 6 ماه بعد با روی کار آمدن دولت اصلاح طلب محمد خاتمی در ایران، بسیاری از سفرهای کشورهای اروپایی به تهران بازگشتند. اما آلمان و اروپاییان برای ارتقاء روابط دیپلماتیک پیشتر از جمهوری اسلامی تعهداتی گرفته بودند. زمانی که آقای فلاحیان اومد آلمان، یک توافقی رو گفت ما دو تا سرویس اطلاعاتی با هم کردیم که در خاک هم کشور هم دیگه علیه هم دیگه کاری نکنیم که مغایر امنیت اون کشور باشه. همین که مثلا یه حکومت این قول رو بده، و واقعیت اینه که بعد از صدور رأی از 97 بعد به مدت 15-16 سال در اتحادیه اروپا تروری انجام نگرفت، خود این امر نشون میداد و اثبات میکرد تمام حرفایی که جمهوری اسلامی میزنه که افراد خودسر، گروه های خودسر و غیره بی خوده. کل تعهداتی که دادن برای نجات به قول خودشون انقلاب بود، و این تا زمانی طول میکشید که قطعا در هیچ کدوم از مخیله افرادی که این عهد داده بودن نمیامد که بخوان واقعا بگن که دیگه ما اصلا دست از ترور برداشتیم. اصلا اینطور نبود. این صفحه ای از نشریه داخلی پلیس آلمان پس از صدور حکم دادگاه میکونوس است. در این سند که به دست رادیو فردا رسیده، پلیس آلمان با اشاره به اهمیت روابط تجاری دو کشور تأکید می‌کند که احتمال سوءقصد به جان مخالفان جمهوری اسلامی همچنان وجود دارد. After the Mykonos trial, I don't remember when it was, I spoke to Bruno Joost, the chief prosecutor in that trial, and I said, "Do you think?" I asked him, "Do you think the Iranians would do it again?" He said, "Anytime." I don't think that this has changed their attitude. همین جریان ترور آقای سلمان رشدی، ترور که در واقع حمله‌ای که بهش شده بود که با چاقو بکشنش، بعد از 34 سال اتفاق افتاده در خارج، که این هم نشون میده که رژیم ایران هیچ بخششی برای هیچ کسی قائل نیست، و اینها این رو هم گفتن. کمتر از 30 سال بعد در تاریخ 5 ماه مه سال 2021، دادگاهی در بلژیک اسدالله اسدی را به اتهام برنامه ریزی برای بمب‌گذاری در گردهمایی سازمان مجاهدین خلق در پاریس مجرم شناخت. از سال 2015 به بعد ترورهای فیزیکی در اروپا شروع شده، در هلند، در بلژیک، در دانمارک، در فرانسه. اینها به نوعی محاسبه میکنن و میبینن که الان که اپوزیسیون خارج کشور فعالیت‌های گسترده‌ای داره، باید اقدام کنن برای حذف مخالفانشون. و وقتی شروع به این کار میکنن، اگر پاسخی مناسب و درخور و شایسته از دولت‌های اروپایی نبینند، کما اینکه متأسفانه طی این سال‌هایی که اینها دوباره عملیات تروریستیشون رو شروع کردن ندیدن پاسخ مناسب و درخور از دولت‌های اروپایی، اینا به کار خودشون ادامه میدن. در 30 سال ما هر سال که این سال قتل‌های میکونوس رو میپردازیم، هر سال سوالمون همون یکی هست در این مورد که چرا اصلا همچی قتل‌هایی ممکن شد؟ چرا نتونستیم جلو این قتل‌ها رو بگیریم و جلو ادامه‌اش رو بگیریم؟ و الان هم هنوز که بعد از 30 سال می‌بینیم که دوباره جمهوری اسلامی این اقدامات رو انجام میده. مکان رستوران میکونوس در پراگ استراسه پس از چند بار دست به دست شدن اکنون به یک مهد کودک تبدیل شده است. در مقابل محل رستوران سابق میکونوس در خیابان پراگ، لوحی به یاد بود 4 تن قربانیان این جنایت نصب شده است.
شرفگندی می گفت روزی در کردستان بر روی کوه‌ها با چند تن از پیشمرگان کرد نشسته بودیم و سخن از مرگ و زندگی شد. یکی از پیشمرگان از جای خود برخاست و از روی بوته‌ای کوچک به آن سو پرید و سپس رو به من کرد و گفت کاک سعید، فاصله مرگ و زندگی همین است. و در آن شب متاسفانه این اتفاق افتاد.